به دریا بنگرم دریا توینم به صحرا بنگرم صحرا توینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان قامت رعنا توینم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و خوب و مهربان سنف هشتم دوستان عزیز به جلسه پانزدهم این مضمون خوش آمدید عنوان درس امروز ما دوستان طبیعت است در مورد طبیعت می خواهیم برای شما معلوماتی ارائه کنیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم به یک مفهومی تحت عنوان شناسه یا همون دوستان چیزی که تحت عنوان یکی از وندها از او یاد میشود عزیزان جان کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید راه ارتباطی ما را با خود قطع نکنید دو و و شست و چار 780 255 را ارتباطی ما با شما خوبان و نیکان است آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما در حوزه زبان و ادبیات دری خواهیم بود خب از عزیز کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم پسینه و پسفند را در جمله های زیر مشخص کنید پسینه و پسند دو کلمه ای که در حوزه دستور زبان جای می گیرد به شدت شبیه همدیگر است نزدیک به همدیگر است ولی تفاوت بسیار اساسی دارد وقتی ما می گویم پسینه در حوزه دستور زبان تنها یک پسینه داریم که او پسینه راست که نشانه مفعول معرفه است و انواع پسفند ها داریم پسفند های مختلفی هست که در واقع یک نوعش را در جلسه قبل از انواع پسفند ها بیان کردیم که او چی بود دوستان؟ او شناسه بود خب اگه یادتان باشد در جلسه قبلی گفتیم که پسفند ها چی بودن دوستان؟ پسفند کلمات نامستقلی بودن که در انتهای کلمات اضافه می شود، علاوه میشد و جمع شد و یک کلمه جدیدی را با ساختار جدید با معنای جدید می در حالی که ما پسینه رو می گفتیم که مستقل است جدای از چه دو سال از کلمات دیگر است و جمع نمی شود اضافه هم نمی شود حالی می خواهیم در دو جمله که در جلسه قبل برای شما به عنوان کار خانگی دادیم دوستان این نشانه ها را با هم مرور کنیم خب میگوییم که دیروز مادرم نوزاد را شیر خوراند دیروز مادرم نوزاد را شیر خوراند نگاه میکنیم که ببینیم پسینه داریم پسوند داریم یا نه خب ابتدا نگاه میکنیم گفتیم که پسینه چی بود؟ پسینه در زبان دری فقط یک نوع است و او پسینه چه دوستان را پس این میشه و چه دوستان پسینه پسینه را داریم که کلمه قبل خود را بیان میکرد و او کلمه قبلش چی بود دستان؟ کلمه قبلش میشد مفعول معرفه مفعول معرفه گفتیم اگر در جمله ما پسینه را را داشیم اسم قبلش میشود مفعولی که معرفه است مفعولی که ما میشناسیم و نسبت به او شناخت داریم خب حال نگاه میکنیم پسینه دارد یا پسوند دارد یا نه خب گفتیم شیر خوراند خوراند فعل است ما اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل گفتیم که یکی از انواع پسفند ها شناسه ها هستن خب شیر خوراند که در واقع چیه دوستان ما فعل ما دارای دو بخش است وقتی فعل را نگاه میکنیم میگویم فعل یا بون دارد و یا چی دارد دوستان شناسه دارد خب بون فعل از چیه از خوردن درسته دوستان از خوردن بوده حالا مثلا فعل را چیکار کرده فعل را در واقع متعدی کرده فعل را برای ما فعلی کرده که نیاز به یک جزء دیگری علاوه بر فائل داره خب چه کسی به کودک شیر به نوزاد شیر را خوران مادر حالا ما میدونیم در این قسمت ما از بونش که خوراند میشه بونش شناسش یا شناسش را اینجا نداریم دوستان شناسش توهیه چون شناسه نداریم در ایفل دوستان شناسهش رو میگویم توهیه برخی وقتا در سوم شخص مفرد دوم شخص سوم مفرد ما شناسه رو توهی میبینیم بعضی وقتا ممکن است شناسه چی باشد دوستان اد باشد اد باشد که اینجا ما اد نداریم میشه توی خب من به کتاب خانه کتاب هدیه دادم در اینجا خب ما اول نگاه کنیم دوستان ما در این جمله پسینه داریم حرف را نشانه را را میبینید نه نداریم خب ولی میتواند مفعول داشته باشد نگاه میکنیم من چه چی چیزی را به کتاب خانه هدیه دادم چه چی چیزی را نگاه کنید گفتیم که مفعول کلمه است که در داخل ساختار جمله در جواب دو سوال می آید یا چه کسی را یا چه چیزی را چه کسی را و چه چیزی را دو سوالی هستند که جوابش می شود مفعول چه چی چیزی را به کتاب خانه هدیت دادم چه چی چیزی را کتاب را پس کتاب می شود مفعول خب حالی که مفعول است چه نوع مفعول بعدش را داریم نداریم چون را در این جمله حذف شده پس مفعول ما می شود نکره مفعول نکره یعنی چی؟ مفعولی که ما نمیشناسیم او کتاب را نمیشناسیم که چی کتاب است نامش چیست عنوانش چیست نویسندهش کیست پس نمیتونه پس این میشه مفعول ما مفعول نکره خب حالا نگاه میکنیم که که فعل جمله ما دادم درسته دوستان؟ فعل دادم حال در انتهای دادم باز نگاه میکنیم که ما یک بون داریم یک شناسه داریم دیگه با بونش کار نداریم که در واقع چیه از, از مستر دادن میاد و بونش میشه داد خب حال شناسش شناسه گفتیم که بر مبنای شناسه ما هم شخص را و هم شمار فر را تشخیص میدهیم خب شناسه چیه؟ ام شناسهش اش ام میشود پس شناسه که ام میشود دوستان ای ام میشود چی؟ ای ام برای ما پسوند است پسفند را در واقع اینجا پیدا کردیم پس ای فرق فی مابین بین پسینه و پسفند شد خب شاید های عزیز وارد درس جدید خود شویم درس امروز ما در مورد طبیعت است یکی از چیزهایی که برای انسان مدرن امروزی بسیار نیاز است ضروری است اهمیت دارد و حیاتی است و سان طبیعت است بسیاری ما در زندگی روزمره خود از صدای ماشین، از سر و صدا، از ترافیک، از ریزگرد، از بسیاری از مسائل دنیای امروزه در حوزه ولایت ها، در حوزه شهرها خسته می شویم. برای رفع خستگی، برای تمدد اعصاب، برای رهایی از این رنج باید چیکار کنیم؟ به دامان طبیعت ببریم پس طبیعت برای ما فواید بسیار بسیار بالایی در حوزه سلامتی جسم و سلامتی روح و روان انسان دارد خب ما در اینجا دوستان چهار مورد از فواید طبیعت را ذکر کردیم که به طور در واقع شاخص است اگر نه طبیعت بسیار فواید بالایی برای سلامتی و صحت انسان دارد میگویم لطافت روح آدمی انسان موجودی است که هم روح دارد و هم جسم دارد پس انسان هم موجودی فیزیکی است و هم موجودی روحانی است خب برای تمدد روح انسان برای آرامش پیدا کردن روح انسان نیاز است که به دامان طبیعت برویم و از این طبیعت استفاده کنیم لذت بری یکی از فواید دیگر طبیعت لذت بردن است وقتی که شما وارد طبیعت میشوید، با یک دنیای بسیار زیبا قشنگ و لذت بخش روبرو می شه. و از وجود نگاه کردن به این منظره دوستان از وجود این مناظر لذت میبرید کیف میکنید سرشار میشوید از لذتهای روحانی و روحی کاهش خستگی های روزانه گفتیم انسان مدرن امروزی انسان شهری امروزی برای رهایی از خستگی کارهای روزانه خود نیاز دارد که آرامش پیدا کند این آرامش را با وارد شدن به دل طبیعت و کوه میتواند دوشندان کند دست خانواده را میگیرد دست پدرجان مادرجان پدرکلان مادرکلان خواهر برادر دست اینها را میگیرد و وارد طبیعت می شود و یک روز بسیار دلچسب برای خود خلق میکند کند عبرت آموزی یکی از ویژگی های دیگر طبیعت عبرت آموزی است وقتی شما وارد طبیعت میشوید، به خیلی چیزها نگاه میکنید دوستان به خیلی از چیزها یکی از چیزهایی که باعث عبرت انسان میشه گردش فصول است گردش روزگار است یک درخت رو نگاه کنید چگونه در فصل بهار زیبا و سرسبز می شود چگونه در فصل تابستان میوه های رنگین به ما میدهد چگونه در فصل خزان خزانیه می شود برگ هایش و زرد می شود و چگونه در فصل زمستان ای درخت ها می و به خواب می این گردش روزگار را رو نگاه کنید و چگونه دوباره باز در فصل بهار زنده میشود شود این برای ما یک نکته عبرت است دوستان باید از این طبیعت عبرت گرفت خب طبیعت سرشار از آیات و نشانه های قدرت خداوند است یک نکته بسیار حیاتی دوستان می دانیم که خداوند بسیاری چیزها را خلق کرده است بسیاری از چیزها به خاص و اراده خداوند تبارک و تعالی ایجاد شده و آفریده شده و وقتی وارد طبیعت میشه نگاه میکنیم که نشانه های خداوند آیات الهی به طرف ما نگاه میکنند خداوند در قرآن کریم گردش در طبیعت را به انسان سفارش کرده چه گفته است؟ در سوره انکبوت آیه 20 این گناه فرموده از خداوند تبارک و تعالی قل سیر و فل ارزه فنزرو کیف بد الخلق بگو گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید که خداوند موجودات را چطور پدید آورده است موجوداتی که در طبیعت موجود است دوستان خود طبیعت سرشار از نشانه ها و علامت های خداوند است یک نکته چند روز پیش میخوندم در یک جا گفته بود که یک زنبور اصل یک زنبور اصل نزدیک سی هزار مو بر بدن دارد سی هزار مو دوستان نگاه کنید سی هزار مو در حالی که یک انسان در حالی که یک انسان نزدیک به هزار مو دارد یک موجود کوچکی مانند زنبور سی هزار مو دارد یک موجودی به بزرگی انسان نزدیک هزار مو در بدن دارد این نشانه خلقت خداوند است بسیاری از چیزهایی که در طبیعت میبینیم همه نشانه های خلقت خداوند هستند فقط کافی است که کمی با دقت نگاه کنیم و عمیق وارد شویم و این صفات الهی را خوب بینگریم و به وجود خداوند و نشانه های او ایمان بیشتر بیاوریم خب دوستان گفتیم که وارد طبیعت که انسان می شود برخی کارها را باید انجام بدهد برخی کارها را انجام ندهد یعنی چیزی که ما تحت عنوان توصیه های طبیعتی برای شما شاگردای عزیز سنف هشتم بیان میکنیم چند نکته را برایتان تان میخواهیم بگوین دوستان خب توصیه اول دوستان این است که خودداری از قطع درختان هنگام گردش در طبیعت یکی از نکاتی که بسیاری از آدم ها وقتی وارد طبیعت میشن متاسفانه ای کار را انجام میدن است که برای کارهای خود یا برای لذت یا برای آزار این تیکه ها و شاخه های درختان را میشکنن یکی از کارهای بسیار آسیبزایی که در طبیعت موجود است همون کار است دوستان سعی کنیم از این کار خودداری کنیم کسانی هم که شاخه درختان بوته درختان را میشکنن خرد میکنن به آنها هم توصیه کنیم که از این کار خودداری کنند. آموزش به دیگران برای حفظ طبیعت به عنوان ثروت ملی دوستان نگاه کنید ثروت ملی یک نکته بسیار مهم است این درختانی که امروزه در کشور عزیزمان افغانستان قد بلند کرده برافراشته برا شده است این یک ثروت ملی است یک چیزی نیست که ما بخوایم استفاده کنیم قطع کنیم و از بین ببریم بلکه این درخت چیزی است که از نسل های گذشته به ما به ارث رسیده و ما هم به عنوان یک امانت این را باید به نسل های بعدی منتقل کنیم قطع نکردن درختان برای نفع شخصی برخی وقتها دیده شده رؤیت شده که برخی از آدم ها برای منافع شخصی خود درختان را قطع میکنند و از بین میبرد برای ساختن چوکی ها برای ساختن کموت ها برای ساختن اشیایی که جنبه تزینی دارد جنبه در وقت تجملاتی دارد برای خانه استفاده می شود این درخت ها را قطع می کند و به فروش می و عواید درآمدی برای خود کسب می کند متاسفانه از این کارها بسیار بسیار بالای محیط زیست انجام می شود که توصیه ما همیشه بوده که به این انسان ها باید تذکر داده شود حراست مداوم از محیط زیست برای داشتن طبیعت زیبا باید یک سازمانی تفسیر شود، یک سازمان ایجاد شود که کار این سازمان حراست نگهبانی و نگهداری از طبیعت باید باشه اگرچه سازمانهای دولتی این وظیفه را دارد ما به عنوان یک انسان وظیفه انسانی ما هم است که از ای درختها، از ای طبیعت ها به عنوان یک ثروت ملی یک سرمایه ملی حفظ و نگهداری بکنیم خب شاگردای عزیز میرسیم به یک شعری که میخوانیم از یکی از شاعر نامدار قدیم که در حوزه طبیعت اشان بیان کرده و موجب تلطیف روح و روان انسانی ما میشود چه میگوید چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوه سار خاک را خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس بید را چون پر توتی برگ روید بی شمار. دوش وقت صبح دم بوی بهار آورد باد حبزا حب حبزا باد شمال و خرما بوی بهار باد گویی مشک سوده دارد اندراستین باغ گویی لعبتان جلوه دارد بر کنار نسترا لؤلؤی بیزا دارد اندر مرسله ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار تا برآمد جامهای سرخ مول بر شاخ گل پنجه های دست مردم سرفرو کرد از چنار باغ بوغلمون لباس و شاخ بوغلمون نمای آب مروارید گون و ابر مروارید بار نگاه کنید دوستان چه توصیفات زیبایی فرخی سیستانی ای شاعر نامدار سبک خراسانی در حوزه طبیعت کرده است خب بخش دوم دستور زبان دوستان در این بخش میخواییم با یک مفهومی آشنا شویم تحت عنوان شناسه که نام دیگر او زمیرهای متصل است خاطر نشان کردیم در ابتدای جلسه گفتیم که یکی از انواع پسفندها چه دوستان همین شناسه است شناسه که نام دیگر است. چی ما باشد؟ زمیرهای متصل برای تعیین شخص برای تعیین شماره یک فعل در ساخت تار زبانی دری دو از شناسه استفاده می شود های متصل از جمله وندها هستند که آنها را به نام شناسه یاد می کنند شناسه چه وظیفه ای دارد وظیفه شناسه تصریف فعل است پس وقتی ما شناسه را داریم می توانیم فعل را صرف کنیم ما شش شخص داریم شش در واقع تصریف هم باید داشته باشیم به طور مثال دوستان اینجا برای شما ذکر کردیم اگر چون بدانی که دوستان فعل برای ساختن از اسم فعل می آید که نام دیگر اسم فعل محسر است حال می میتواند یک کلمه باشه شبیه به فعل زمان ندارد در انتخایش یک نونی دارد تحت عنوان نون مستری مانند خوردن، گفتن، نوشیدن، رفتن آمدن این کلمات کلمات مستر است که نام دیگرش اسم فعل است حال خود کلمه فعل که در واقع بون فعل میخواد ساخته شود از اسم فعل ساخته می شود پس بون فعل از اسم فل یا مستر ساخته می شود و شناسه در انتخای این بون فعل اضافه می شود و یک فعل جدیدی را شکل می داد. نگاه کنید دوستان حالی ما شش شخص داریم چون گفتیم وظیفه شناسه چی بود؟ تصریف فعل بود، صرف فعل بود حال صرف شده یک فیلم میخوایم شناسه را در این افعال مشخص کنیم خب ما میگوییم که به طور کلی شش شخص داریم که هر, ش... هر سه شخص در یک حوزه قرار میگیرد که او حوزه یا اشخاص مفرد است و یا اشخاص جمع است خب میگوییم که اگر فعل ما مفرد باشد یا شخص اول است یا شخص دوم یا شخص سوم است یک فعل داریم که از مستر چیه؟ از اسم فعل یا از مستر نوشتنه خب میگویم که در واقع این صرف کردیم میشود فعل شخص اول ما در حوزه فعل مفرد چی؟ می نویسم می نویسم می نویس نگاه کنید دوستان وقتی میگویم می, می نویس این میشود در واقع بون فعل ما او قسمتی که میماند یک ام است او ام میشود شناسه پس او ام شناسه ماست می نویسی شناسه در شخص دوم مفرد چیه دوستان؟ یای می نویسی همون یایش میشود چی؟ میشود زمیر متصل یا شناسه می نویسد شخص سومه نگاه کنید دوستان؟ می نویسد او اد انتهایش چیه دوستان؟ میشود ای شناسه ما گای گفتیم که در واقع میتواند توی باشد نیاید گای میتواند او عد باشد خب در شخص اول جمع شد، شخص اول جمع می نویسیم ایمش می شود شناسه شخص دوم جمع در حوزه شناسه ها می شود اید می نویسید و در شخص سوم که در واقع شخص سوم جمع است زمیر متصلش می شود می نویسند اند. نگاه کنید دوستان بس ام ای اد ایم اید اند اینها را میگویند تحت عنوان شناسه فعل یا زمیرهای متصل به فعل خب شاگردای عزیز به کار خانگی جلسه آینده شما میرسیم اسم فعل خواندن که گفتیم نام دیگرش چی بود؟ مستر اسم فعل یا مستر خواندن را صرف میکنید و شناسه های آن را برای ما مشخص کنید خب شاگردای عزیز دلبندان نازنین در پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه پانزدهم از درس زبان و ادبیات دری به پایان رسید کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما دوستان خواهیم بود دو صفر نصد و است که کانالی است که همواره در خدمت شما شاگردای عزیز و محترم است مانده نباشید خسته نباشید خداوندیار و نگهدارتان